خب طبیعیه، به این دلیل که آقای خامنه ای در حال حاضر در یک رویارویی در قالب یک جنگ نیابتی با عربستان سعودی در یمن به سر میبره. حضور نیروهای او در عراق به شدت مورد انتقاد قرار گرفته، حتی مورد انتقاد نخست وزیر عراق، و برخلاف اون چیزی که انتظار میرفت که پاکستان به اون پیوندهای دیرینه خودش با ایران توجه بکنه و مشارکت نکنه در عملیات عربستان در یمن، میبینیم که پاکستان هم در واقع این تمایل رو تا حدی از خودش نشون میده. هم پیمان دیگر ایران در منطقه یعنی ترکیه هم تقریبا پیوسته به ائتلاف عربستان سعودی در یمن. بنابراین موقعیت در گرداگرد ایران برای آقای خامنه ای موقعیت مخاطره آمیزی هست و به نظر میاد که آقای خامنه ای میخواد این سیاست در واقع تنش در منطقه از طریق نشون دادن توانایی ایران در منطقه رو جایگزین اون برنامه اتمی بکنه که پیش از این در واقع ابزاری برای چانه‌زنی او با غرب بود. من فکر میکنم اون داره یک صحنه در واقع جدید رو برای رویارویهای تازه با غرب ایجاد میکنه و اون هم در واقع سیاست‌های منطقه‌ای هست که در حال حاضر آقای خامنه ای نه به اتکای وزارت خارجه ایران بلکه به اتکای سپاه پاسداران و سپاه قدس در واقع در منطقه داره اعمال میکنه.